اداره کل هواشناسی عراق همزمان با افزایش شدید دمای هوا در این کشور به ویژه در پنج استان بغداد، الانبار، صلاح الدین، بابل و واسط درباره پیامدهای قرار گرفتن در برابر اشعه خورشید هشدار دادند. به گزارشی که همکارم در رابطه با گرمای شدید هوای عراق و لزوم رعایت توصیه های بهداشتی توسط زایران اربعین حسینی تهیه نموده توجه فرمایید. اداره کل هواشناسی عراق همزمان با افزایش شدید دمای هوا در این کشور که در برخی مناطق از 50 درجه نیز فراتر رفته است درباره پیامدهای قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید از جمله افزایش خطرناک شاخص اشعه ماورای بنفش در تعدادی از استان‌ها و ابتلاع به سرطان هشدار داد به گزارش العربی الجدید اداره هواشناسی و پایش زمین لرزه در عراق اعلام کرد در تعدادی از استانها شاخص اشعه ماورای بنفش بسیار بالاست و شهروندان باید از قرار گرفتن در معرض نور خورشید به ویژه در ظهر و هنگام تابش اشعه های عمودی خودداری کنند چرا که این امر ممکن است باعث سوختگی پوست و آسیب به شبکیه چشم شود این منبع افزود افزایش دما در دو ماه گذشته در عراق گاهی اوقات از 50 درجه سانتیگراد فراتر رفته به گونه ای که موارد مکرری از حالت قش مشاهده شده است. اداره کل هواشناسی عراق هشدار داد در روزهایی که تابش نور خورشید زیاد است سطح اشعه ماورای بنفش نیز افزایش می‌یابد که همین مسئله خطر سوختگی و سرطان را افزایش می‌دهد این سازمان بر لزوم اتخاذ کردن تدابیر احتیاطی لازم برای حمایت از چشم‌ها در برابر نور خورشید به ویژه در استانهای بغداد، الانبار، صلاح الدین، بابل و واسط تاکید کرد. گفتنی دولت عراق اخیرا دستوراتی برای کاهش ساعات کار رسمی در تمام ادارات دولتی و حتی موسسات خصوصی به دلیل گرمای بسیار شدید صادر کرده است. با توجه به نزدیک بودن زمان زیارت اربعین که خیلی کثیری از مشتاقان و محبان اهل بیت علیه مسلم از نقاط مختلف دنیا پار عراق می شوند و بعضا با حضور در مشایی اربعین مسیر طولانی را با پای پیاده طی می کنند رعایت توصیه های پزشکی به منظور مقابله با گرمزدگی و, و پیشگیری از ابتلا به برخی از بیماری های احتمالی امری ضروری به نظر می رسد. در سال گذشته بیشترین تردد زائران ایرانی اربعین به ترتیب مربوط به مرزهای مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، تمرچین و باشماق بوده است. بر اساس توصیه پزشکان و متخصصان سلامت، حفظ بهداشت عمومی زائران، تشخیص به موقع بیماری ها به خصوص بیماری های قابل انتقال از آب و هوا و غذا و مسمومیت ها درمان به موقع به ویژه در گرمازدگی و آمادگی برای ارائه خدمات در حوادث غیر مترقبه بایستی مورد توجه زائران اربعین در طول سفر باشد. با توجه به شرایط اربعین امسال، توجه به برخی نکات برای حفظ سلامت زائران از اهمیت زیادی برخوردار است که این موارد توسط پزشکان و متخصصان سلامت توصیه شده است. 1. تا جای ممکن از لباس های گشاد نخی و خونک استفاده کنید و از همراه داشتن بار اضافه بپرهیزید. دو نوشیدن آب برای جلوگیری از گرمازدگی را جدی بگیرید و در مسیر حتما از آب آشامیدنی به مقدار لازم استفاده کنید. سه تا حد امکان نوشیدنی های گازدار و کافئیندار مصرف نکنید چرا که بدن را هیدراته و خشک می کند بنابراین شربت های سنتی همچون سکنجبین، خاک شیر و تخم شربتی را جایگزین کنید. 4. مصرف یخ و آب بسیار خنک نیز دمای بدن را بالا برده و موجب ایجاد اتش می شود. به همین دلیل مصرف آن را به حد اقل برسانید. 5. غذاهایی استفاده کنید که بدن آب کمتری از دست می دهد. به جای استفاده از شیرینی، غذاهای سرخ کرده و ادویه ها که باعث تشدید تشنگی می شود، به مصرف میوه ها به ویژه هندوانه احتمام داشته باشید. 6. از غذاهایی با طبع گرم کمتر استفاده کنید و در مسیر بی غذا نخورید. 7. از عرقگیر استفاده کرده و برای جلوگیری از گرمازدگی در طول روز در موکب استراحت کرده و عصر یا شبها به پیاده روی پرداخته و به مسیر خود ادامه دهید. 8. از کلاه و پوشش پارچه‌ای نازک برای پوشاندن سر و صورت و عینک برای محافظت از چشم در طول مسیر حرکت استفاده کنید و هر از گاهی پوشش پارچه‌ای خود را با گلاب یا آب مرتوب کنید. 9. در صورت بروز خستگی یا کوفتگی حرکت در مسیر زیارت را برای ساعاتی متوقف کرده و پس از بهبودی نسبی به ادامه مسیر بپردازید. ده تا قبل از رفتن به زیارت اربعین و به منظور آمادگی برای تشرف به مشرعی اربعین صبحها آب ولرم، آب لیمو و اصل بنوشید و تعدادی لیمو تازه به همراه داشته باشید تا در صورت عتش یا گرمازدگی از آن استفاده کنید.